عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به ذخیره سازی اطلاعات در مایکروسافت آفیس وورد یا همون سیف کردن داکومنت ها براتون صحبت کنم. توصیه میکنم بهتون اگر یک فایلی رو جدید به وجود میارید حتما ابتدا به ساکن سیفش کنید و بعد اگر میخواید خیالتون راحت باشه که اطلاعاتی رو که ذخیره میکنید رو از دست ندید، هر تغییری رو که در فایلتون به وجود میارید به توسط شورتکات ها کنترل S یا شیفت F12 استفاده کنید و سیف کنید فایلتون رو. هر 10 دقیقه یک بار به صورت اتوماتیک البته مایکروسافت آفیس وورد سیف میکنه برای شما یک فایلی رو و نگهداری میکنه که اگه شما به هر دلیلی فایل اصلی رو از دست دادید، مثلا کامپیوترتون کرش کرد، هنگ کرد یا برقتون قطع شد، بهتون پیشنهاد میده دفعه بعدی که باز میکنید وورد رو که این ریکاوری فایل رو داره و شما میتونید ازش استفاده کنید. برای تغییر دادن اون زمان که 10 دقیقه رو بخواید عوض بکنید میتونید تشریف ببرید توی فایل Options Save و بعد اینجا 10 دقیقه رو عوض کنید. در مایکروسافت آفیس وورد 2016 از استاندارد DOCX که آخرین استاندارد مایکروسافت آفیس هست استفاده میکنه برای نگهداری و یا ذخیره کردن سندتون. آدرسی رو که یا روتی رو که فایلی رو نگهداری میکنه براتون یا اتوماتیک سیو میکنه اینجا هست. دوست دارید میتونید تغییرش بدید. اگه دوست ندارید موقع که میخواید اوپن کنید، باز کنید یک سند رو یا سیوش کنید، به بک استیج برید، don't show رو انتخاب کنید. این آدرس آدرسی است که شما وقتی میخواید سیف کنید به صورت اتوماتیک این رو بهتون نشون میده. به طبع این آموزگار رو شما نخواهید داشت و از حساب کاربری شما استفاده میکنه، نام کاربری شما رو اینجا میذاره. این هم آدرسی است که برای کش استفاده میکنه. اجازه بدید کنسل کنم. اگر فایلی که سیف میکنید جدید باشه، اجازه بدید یه دونه نیو به وجود بیارم، کار سیو متفاوت خواهد بود تا زمانی که جدید نیست و قبلا سیو شده. فرقش اینه، اگر قدیمی باشه و توش اطلاعاتی باشه و سیو شده باشه، کنترل S رو که فشار بدید یا شیفت و F12 رو که فشار بدید هیچ نوتیفیکیشنی یا هیچ اطلاعی به شما نمیده که سیوش کرده. ولی اگر جدید باشه در حقیقت سیو نمیکنه برای شما و سیو As رو به شما پیشنهاد میده. دلیلش این است که اصلا قبلا سیف نشده که بخواد از اطلاعات قبلی استفاده کنه. شما در زمانی که فایلتون قدیمی هست و توش اطلاعاتی هست قبلا سیف شده، اسم فایل رو مشخص کردید، روتش رو مشخص کردید که کجا سیف بشه، ضمناً به چه استانداردی سیف بشه و بقیه اطلاعاتی که حالا چند لحظه دیگه متوجه میشید راجع به چی صحبت میکنم. ولی اگه جدید باشه هیچ کدوم از این اطلاعات رو ندادید بهش. در نتیجه اگر بزنم کنترل S میره در Save As و به مجازه میده که روتش رو مشخص کنم، S بدم و استاندارد رو بهش نشون بدم، میبندمش. میدونید که یکی دیگه از راه های سیف کردن بدون اینکه شورتکات ها رو استفاده کنید این است که برید توی فایل Save یا اینکه این بالا بر روی این آیکون کلیک کنید، Save As اینجا هست، شورتکاتش F12 هست. اگه بزنید Save As بهتون امکان میده که انتخاب بکنید کجا سیوش کنید. چون من الان لاگین نیستم توی مایکروسافت آفیسم، در نتیجه به من گزینه وان درایو رو نداد. من براوز میکنم، میگم که کجا سیو بشه. چون نمیخوام سیو بشه و میخوام Save As بشه، اسمش رو تغییر میدم و بعد فرض کنید همینجا میذارمش. اگر الان بزنم Save، اتفاقی که میفته این است که یک نسخه جدید برام به وجود میاره. به نسخه قدیمم کاری نداره، اون برای خودش جداگونه میمونه و این فایل جداگونه برای خودش به وجود میاد. استانداردها خیلی مهم هستند که شما اگر استاندارد درستی رو انتخاب نکنید ممکنه تمام اطلاعاتی رو که فکر میکنید دارید رو از دست بدید، در حقیقت اطلاعاتون غیر قابل استفاده بشه. حالا موقع که توضیح بدم تک تک استانداردها رو متوجه میشید چرا. از 2007 به قبل یه سری از المان ها وجود نداشتن در
مایکروسافت آفیس وورد، مثل مثلا رنگ تیم ها که ما به فارسی بهش میگیم تم، گویا فونت تم ها، افکت ها در تم ها و همچنین معادلات مختلف رو نمیتونستیم درج بکنیم، ثبت بکنیم توی وورد. در نتیجه اگر از استانداردهایی که قبل از 2007 هستن سیو بکنید فایلتون رو، این اطلاعاتی رو که عرض کردم رو از دست میدید. اگه مثلا توش معادله‌ای نوشته شده، اون رو از دست خواهید داد، به دلیل اینکه قبل از 2007 و حتی خود نسخه 2007 این امکانات رو نداشته. بعد از 2007 این امکانات اومده و خب به تبع اسمش هم تغییر دادن برای اینکه مشخص بشه که استاندارد جدید هست. کلیک میکنم میتونم انتخاب بکنم که داکس باشه، DOCX باشه که عرض کردم. همه اطلاعات رو میتونم توش ذخیره بکنم و اگر انتخابش بکنم به من امکان این رو میده که این آپشن رو داشته باشم که همچنان کمپتیبل باشه یا سازگاری داشته باشه با استاندارد قدیمی، و یا اینکه اصلا قبولش نکنم و سیف بزنم. استاندارد بعدی DOCM هست، همجوری که تو اسمش میبینید Macro Enabled. این استاندارد برای زمانیه که همراه با اطلاعات پروگرامینگ هم اضافه شده به وردتون، که حالا یه مثالی رو براتون میزنم متوجه شید. شما با ورد میتونید کار پروگرامینگ هم انجام بدید. ما بخشی راجع به پروگرامینگ خواهیم داشت و من نمونه هایی رو براتون انجام میدم کار پروگرامینگ رو به توسط همین مایکروسافت ورد. اجازه بدید قبل از اینکه کار سیو از رو انجام بدیم همین رو براتون یه مثال کوچیک بزنم تا متوجه شید چه فرقی داره این استاندارد با استانداردهای قبلی. اگر برم توی فایل و بعد آپشنز کاستوم ریبنز، میتونم انتخاب بکنم با عنوان دیولوپر استفاده کنم، تب دیولوپر رو اضافه کنم اینجا، یا اینکه بدون اینکه اصلا بیام توی دیولوپر میتونم Alt و F11 رو همزمان با هم دیگه فشار بدم، یا اینکه اگر اومدم تو دیولوپر بیام بگم Visual Basic رو برام باز کنه، Alt و F11 رو اگه فشار بدید اتوماتیک براتون این باز میشه. میتونم بیام اینجا و یک فرمان بدم، برای مثال بگم که Subcant Word، بر روی تب میزنم Word count مساوی است با active document نقطه، و بعد مشخص بکنم چه فرمانی میخوام بدم. برای مثال تعداد کلماتی رو که درون این سندمون هست بشماره، به ما بگه چند تا کلمه توش هست. words نقطه count، و به تب بایستی بگم که یه باکس بهمون نشون بده که اطلاعات رو برامون بنویسه. در نتیجه مسیج باکس ورد کانت رو بهمون نشون بده و بعد بگم اجراش کن، رانش کن. همینجوری که میبینید 7188 تا کلمه این تو هست. البته گرفتن همین تعداد کلمات هم امکانش هست که بدون اینکه کار پروگرامینگ انجام بدید رو بتونید استفاده کنید. البته تعدادش متفاوت خواهد بود، اجازه بدید انجام بدم بعد توضیح میدم چرا متفاوته. توی ریویو اینجا میتونید word counts رو بزنید و اطلاعات دقیق بگیرید. 32 صفحه است، 5380 تا کلمه توشه، با اسپیس چقدره، بدون اسپیس فاصله چقدر است، چند تا پاراگراف داره، چند تا لاین داره. دلیل اینکه اینجا عددش متفاوت بود این است که حسابرسی رو که این انجام میده فرق میکنه، این حتی لاین ها رو هم میشماره، همه رو با هم دیگه حساب میکنه، فاصله ها رو همه رو با هم حساب میکنه. میبینید که با چند خط کد نوشتن میتونید از مایکروسافت آفیس وردتون به عنوان ورد پروسسینگی که میتونه کار پروگرامینگ رو انجام بده استفاده کنید. خیلی ساده است. مثلا میتونم اینجا بیام بگم به جای که این اطلاعات رو بهم بده، ببینید کافیه یه نقطه بذارم بهم یک لایبرری میده، کتابخونه میده از اطلاعاتی که لازم دارم و میتونم استفاده کنم. مثلا میخوام بزنم فول نیم، اف رو بزنم، میبینید که بهم لیست رو توی اف نشون میده. یو رو میزنم، میبینید فول نیم انتخاب شد. کافیه بگم این رو ران کن یا F5 رو بزنم
میبینید که فول نیم یا آدرس کامل این فایل رو به هم نشون میده. اجازه بدید ببندم میام بیرون. F12 میزنم که بریم کار Save As رو انجام بدیم. اسم رو تغییر میدم. اگر این پروگرامینگی رو که من الان انجام دادم هر چقدر هم ساده بود بخوام سیو بشه و دفعه بعد ازش استفاده کنم، حتما بایستی DOCM رو انتخاب بکنم. این استاندارد امکان ذخیره سازی پروگرامینگ رو هم درون این فایل میده. به همین علت این استاندارد میتونه حتی خطرناک باشه، به دلیل اینکه ممکنه توش ویروس بنویسن، کد نویسی کنن و بعد برای شما بفرستن. معمول بر این است که این فایل رو آدم از کسی نمیگیره و اگه گرفت بایستی خیلی حواسش جمع باشه. اجازه بدید قبل از اینکه اصلا بریم جایی توصیه های ایمنیش رو براتون بکنم. میتونید برید توی فایل، Options، Trust Center و بعد Trust Center Settings، اینجا بگید که Disable All Macros with Notification. اگر اینو انتخاب بکنید که توصیه میکنم حتما اینجا انتخاب شده باشه، اگر فایلی بگیرید که توش مکروز باشه، همین پروگرامینگ ها توش باشه، بهتون اطلاع میده. اگر Enable All Macros رو انتخاب کرده باشید اجازه میدید که قشنگ ران بشه اون فرمانی که براتون در نظر گرفته شده و ممکنه هر کاری که دوست داشته باشن بر روی کامپیوترتون پیاده بکنن، به دلیل اینکه به سادگی میتونن فرمان بدن کامپیوتر شما رو در اختیارشون بگیرن. در نتیجه خواهش میکنم حتما چک بکنید که Enable All نباشه، مگر اینکه واقعا بدونید دارید چه کاری انجام میدید و بسیار حرفه‌ای در مسئله پروگرامینگ و هک اطلاعات داشته باشید. F12 میرم که ادامه بدم به کار سیو اس. میبینید که اصلا بهمون اجازه نمیده بریم کار سیو اس رو به سادگی انجامش بدیم. خب داک رو بلد هستید. ورد تمپلیت بهتون امکان این رو میده که اگر تمپلیتی به وجود آوردید بتونید ذخیرش کنید. تمپلیت ها رو میشناسید، موقعی که اول باز میکنید آفیستون رو میاد بهتون تمپلیت ها رو نشون میده. اگه بخواید یه تمپلیت جدید به وجود بیارید، فرض کنید یه تمپلیتی رو میرید درست میکنید خودتون و بعد میگید واو این چقدر خوبه، بذارید از این به عنوان یک تمپلیت، به عنوان یک قالب، به عنوان یک شابلون استفاده بکنم و نگهداری کنم، بعدن از همین استفاده کنم و دو مرتبه تکراری ازش استفاده بکنم، میتونید بیایید و به عنوان ورد تمپلیت ذخیرش بکنید. اگر توی تمپلیتتون کد داشته باشه که میتونید این رو انتخاب بکنید. همینجوری که میبینید مکرو هست و اجازه میده که کار پروگرامینگ روی تمپلیتتون انجام بدید و به عنوان تمپلیت نگهداری کنید ازش. اگر تمپلیتتون میخواید به شکل استانداردهای ما بین سالهای 97 و 2003 باشه این رو انتخاب میکنید. اگر میخواید به صورت PDF سیف بشه PDF رو انتخاب میکنید. اگر مینیموم رو انتخاب بکنید درسته که سایزش کوچیک میشه و به درد آنلاین میخوره، ولی خب کیفیت عکساتون و کیفیت گرافیکتون رو خیلی خیلی میاره پایین. بذارید بریم استاندارد بعدی، XPS. نسخه ای از همین PDF هست، PDF مال شرکت ادوبی هست، XPS برای خود شرکت مایکروسافت. سینگل فایل وب پیج، از اسمش هم معلوم است که برای وب پیج میاد فقط یک فایل، فقط یک صفحه به وجود میاره. بعدیش دقیقاً همین است، فقط تفاوتش اینه که تعداد صفحات رو میتونید بیشتر از یک دونه داشته باشید و تمام المان ها از جمله استایل ها رو میتونید توش ذخیره کنید و استفاده کنید. توی وب Page Filtered فرقش این است که اون المان ها که عرض کردم مثل استایل ها رو نمیتونید ذخیره کنید. RTF یا همین Rich Text Format معمولا خیلی معروف است، به دلیل اینکه اصلا ویروس نمیگیره به هیچ عنوان و سایزش هم کوچیک هست، ولی خب به تب به خاطر اینکه سایزش کوچیک هست باز عرض کردم خیلی از اطلاعات رو توش نمیتونید ذخیره بکنید. توی plain text یا نقطه txt اطلاعاتی که میگیره خیلی خیلی ضعیفه، در حد یه تکست معمولی که مثلا کارهایی مثل bold یا italic را روش انجام بدید، قالب بندی و نمیدونم معادله نوشتن اینا رو فراموش کنید. بسیار بسیار ساده هست.
XML در حقیقت یه مقدار توضیحش رو من بایستی اول HTML رو براتون توضیح بدم. HTML رو که اینجا دیدید کاری که انجام میده این است که داده ها دیتا هایی که بهش میدید رو برای نشون دادن اون داده ها از این استاندارد استفاده میکنن، مثل نشون دادن عکس، نمیدونم نوشته، پخش کردن موزیک، فیلم، که البته اونا به صورت امبدد هست، یعنی کدهایی رو درون HTML میرن جاسازی میکنن و HTML بهشون امکان این رو میده که استانداردهای دیگری بیان خودشون رو ادغام بکنن درون HTML. ولی توی XML که چیزی شبیه به HTML هست، تفاوتش اینه که این برای توصیف داده ها هست، نه برای نشون دادن داده ها. مخفف Extensible Markup Language هست XML. بعدی برای XML هست که از استاندارد ورد 2003 هست. بعدیش XML هست که بسیار محدود شده. و آخری در حقیقت فایل فرمتی هست که برای چارت ها و ورد پروسسینگ استفاده میشه. به هر حال موقعی که انتخاب کردید اون چیزی رو که دوست دارید میتونید که اجازه بدید اسمو درست کنم بر روی سیف فشار بدید. قبل از اون میتونید از ابزارها استفاده کنید. اولی بهتون امکان این رو میده که مپ، یه روت، یه نقشه برای نتورکتون درست بکنید. سیف آپشنز رو اگر فشار بدید میایید توی همون بخشی که رفته بودیم و توضیح دادم خدمتون. جنرال آپشنز رو اگر انتخاب بکنید میتونید پسورد بذارید بر روی فایلتون. اگر اون پسورد رو نزنه کسی نمیتونه واردش بشه. وب آپشنز از اسمش معلومه، میتونید تنظیماتی بکنید که به درد وب میخوره. براوزرش رو مشخص کنید، فایل ها رو، عکسی که اونجا هست اندازش چقدر باشه، انکودینگش چی باشه، از چه فونتی استفاده کنه. و به تبع آخرین گزینه کمپرس پیکچرز، بیاد عکس ها رو کمپرس بکنه یا سایزشون رو کوچیک‌تر بکنه. کافیه بر روی سیف بزنم تا اینکه سیفش کنم. اگه اجازه بدید کنسل میکنم و امیدوارم که این درس هم به درتون خورده باشه.